دهم شهریور ماه 1396 خورشیدی و یکم سپتامبر 2017 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به قاچاق، از جمله قاچاق مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران و قاچاقچیای گردن کلفت. طبق آمار دولت 70 تا 90% جنس قاچاق، طبق آمار دولت تا 90% جنس قاچاق از ورودی های رسمی کشور وارد می شود، صادراتش هم به همچنین از ورودی های رسمی خارج. باری قبل از هر چیز تقدیمی این هفته. من چون تجربه معتادین کشیدم، من موقعی که بچه‌ام فوت کرد به خاطر اعصابم بچه‌ها بهم می‌دادن تریاک بکشیدم، خیلی زجر کشیدم، واقعا خیلی زجر کشیدم، افتادم به فکر این معتادین. یک سال تمام من نفس کشیدم که اینا رو جمع‌آوری بکنن، خونه بهشون بدن، خونه تک نفره موقت، اونایی که خانواده ندارن اشتغال به کار بهشون بدن. اینا چند جا من زنگ زدم، مواد مخدر، اطلاعات، عرض میشه خدمت شما آخرین بار زنگ زدم به وزارت بهداشت درمان، یه آقای گوشی رو برداشت، یه شماره دیگه بهم داد، او آقا شماره دیگه به من داد، او آقا شماره دیگه به من داد، که اینا همی گفتن با ما اصلا ربطی نداره. گفتم پس به کی ربط داره؟ شما الان به قول خودتون سالها چقدر خرجه این کارا میکنید که اینا رو جمع‌آوری کنید، اینا رو میبرید توی یه کمپای نگهداری میکنید، اینا رو عدس ها بهشون میدن، با عدس، با آب عدس متاد میتونه ترک بکنن، این کمپا کتکشون میزنن، زردشون میدن. نه آقا، اگر شما راست میگید یه پولی خرج بکنید اینا رو جمع‌آوری بکنید، به خدا ریشه تریاک مواد از این مملکت کنده میشه. نمیخواید. اشخاص هستن که جرأت دارن 100 میلیارد و 1000 میلیارد و 1000 میلیارد از این مملکت توزیع میکنن، قدرت اونم دارن که این مواد وارد بکنن. من چند جا پیشنهاد کردم، آخرین تلفنی که زدم ساعت 7:25 فرداش به من یه زنگی زده شد که اگه میخوای زندگی بکنی دست از این تربازیت بکش، ورنه ریشه خودتو نوه و نتیجتو میکنیم. از تاریخ هم دیگه من هیچ دخالتی نکردم، زنگی نزدم و هیچ صحبتی هم نکردم. خب ببینین، اردیبهشت 96 بود که فضای سیاسی و رسانه‌ای و دولتی و حکومتی و همه چیز یه دفعه ملتهب شد به خاطر اینکه یک وزیر، اونم وزیر آموزش پرورش، اونم دخترش، اینا برداشتن کالای قاچاق وارد کردن و تمام دستگاه قضایی ریخت به همون مملکتی که پاک، نه قاچاقی وارد میشه نه قاچاقی صادر میشه. خلاصه وضع خیلی خراب شد. رسانه ها شروع کردن به نوشتن و ریختن تو خونه دختر آقای وزیر رو، کالاهای قاچاق رو ضبط کردن و طبعا هم خیلی زود برای همچین فاجعه‌ای پرونده تشکیل دادن و همه چیز البته منوط شد به اینکه نتیجه اون پرونده چی میشه. به هر حال چشم عالم امکان و مسلمین جهان میخواست باز بشه به عدالتی که قرار بود علیه این وزیر بدذات اجرا بشه. خلاصه این مطلب، سیمای جمهوری عدل اسلامی هم دست به کار شد که خب باید مردم رو مثل همیشه در جریان تمام حقایق میذاشت دیگه. اجرا این میگه شرکتی که وزیر آموزش و پرورش، رئیس هیئت مدیرش و دخترش مدیر عاملشه، دو محموله پوشاک رو با کارت بازرگانی شرکت دیگه‌ای وارد کشور کرده که حوزه فعالیتش فنی مهندسی بوده و نمیتونسته پوشاک وارد کنه. به گفته یه سخنگوی دستگاه قضا، شرکت آمیتیس تراوت کودکی از یک شرکت ایتالیایی در حوزه واردات و صادرات نمایندگی داره و خودش میتونسته در حوزه صادرات و واردات منسوجات فعالیت کنه.
اما ابعاد مختلف پرونده. از این جهتم که رئیس محترم تعزیرات حکومتی جناب آقای پور محمدی و یا شعبه شون بتونن ظرف 48 ساعت کمتر به همکار خودشون وزیر آموزش پرورش محترم کمک بکنن و یک حکم براءتی صادر بشن، از این هم ما خوشحال هستیم. اما اینجا دو سه تا مطلب هست که واقعا خب اینها باید روشن بشه. یک، بحث این هستش که آیا وزیر میتواند در زمانی که تصدی پست وزارت را داره رئیس هیئت مدیره شرکتی باشه یا نه. ما یه قانونی داریم، ماده واحده هستش که منع کرده. نکته دوم، چرا این شرکتی که خودش نمایندگی داره، خودش هم حوزه فعالیتش واردات و صادرات پوشاک هم هست، چرا رفته از کارت بازرگانی دیگری استفاده کرده؟ و مهمتر از اون این هستش که شرکتی که خودش حوزه فعالیتش پوشاک نیست، حوزه فعالیتش فنی مهندسیه، در اساسنامش هم اومده، در کارت بازرگانیش هم اومده، ایشون چگونه اومده و این پوشاک را برای این شرکت وارد کرده؟ سوال بعدی که مطرح هست، وقتی که میخوان برن ثبت سفارش میدند، اون ادارهی که ثبت سفارش میده باید کارت بازرگانی رو ببینه. این شرکت که حوزه فعالیتش نموده چجوری ثبت سفارش داده تو وزارت صنعت و معدن و تجارت؟ چگونه رفته تقاضا کرده و ثبت سفارش گرفته برای پوشاک؟ خب پشت‌بند این صحبت‌ها سپاه پاسداران که همیشه پاسدار ارزش‌های والای انقلاب اسلامی آمد تمام اسناد این قاچاق رو داد به خبرگزاری‌هاش، از جمله این خبرگزاری تسنیم، و این اسناد همین صفحه که میره پایین، من چه اونم حداقل 20 تا سنده که این مربوط است به همین توضیحاتی که آقای اژه‌ای فرمودن درباره دو تا شرکت که یکیش چه میدونم تجهیزات آب و فاضلاب درست میکنه صادر میکنه، یکی دیگرش نمیدونم پوشاک، و بعد اینا رفتن با مجوز اون آب و فاضلابی و پوشاک بچه آوردن و خب خیلی ضربه زدن، اسلام داشت نابود میشد و اینجوری آقای اژه‌ای آمدن و افشا کردن قضیه رو برای مردم در جریانشون گذاشتن و همه چیز خوشبختانه در حال انجام شدن بود که آقای جهانگیری معاون اول دولت تدبیر و امید آمد گفت بابا ول کنین این قضیه رو، دختر وزیر، این دختر حیوانی بیکار بوده، تازه مدرک نمیدونم فوق لیسانس داشته داره، بیکار هم هست، خب از کجا نون بخوره؟ یه جنسی رو وارد کرده کلش هم شده یه مبلغ ناچیزی و تازه قانونی هم وارد کرده. ببینین آقای جهانگیری تو صحبت چو بد برمی کرد. مظلومیت دولت ملت ایران ببینین. یک دفعه گفته میشه که در خانه یک وزیری قاچاق بوده. یه دختر این وزیر داره فوق لیسانس داشته. بیکار بوده. کار شرافتمندانه انتخاب کرده. واردات داشته. 200 میلیون تومان کل ارزش لباسی بوده که این وارد کرده، از گمرک وارد کرده، تمام تعرفه‌های قانونیش پرداخت کرده، یک بار کلانتری و دادگاه میرون این میگیرن و این میشود موضوع مصاحبه معاون اول قوه قضاییه و میشود موضوع مصاحبه کاندیدای ریاست جمهوری. ببینین وقتتون گرفتم، ببخشید طولانی چه میدونم یه چند دقیقه بود که یکی دو تا نتیجه بگیریم از این ماجرا. یکی این که یک وزیری میاد طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه جنس قاچاق وارد میکنه، بعد معاون اول رئیس جمهور در مناظرات انتخاباتی ریاست جمهوری در جواب آقای قالیباف، یک جناح دیگه ای که اینجوری اینو متهم میکنه، این جناحو میاد میگه که آقا جان این از مبادی قانونی و رسمی وارد شده، تعرفه و گمرک همه چیش هم داده. اینو کی میگه؟
اینو قوه قضاییه نمیگه، اینو معاون اول رئیس جمهور میگه. قوه قضاییه دیگه خفه خون میگیره، تموم شد رفت. اتهام رو یعنی تو گوشی رو زد به دولت. چرا تو گوشی زد به دولت؟ میدانید خوب بهتر از من که در دوره اول ریاست جمهوریش روحانی خیلی گیر داد به سپاه و به قوه قضاییه و انقدر تون رفت که در بیان میرسیم، چرا میگم در بیان، فقط در جست، انقدر تون رفت که در مرحله دوم ریاست جمهوریش، در دوره دوم ریاست جمهوریش داریم میبینیم دیگه، از همین آغاز که خلاصه یقش گرفتن، تضمین گرفتن یا نگرفتن من نمیدونم، به هر حال تعهداتی در درون خودشون دادن که آقا جان باید برگردی به تون داری میری، باید برگرد این حفظ رأی مردم و این داستانا رو بی خیال. باری این به هر حال یک پاتکی بود از طرف قوه قضاییه، از طرف سپاهی ها. به هر حال هر کسانی که در برابر روحانی و جناح روحانی میخواستن شاخشونه بکشن، در برابر شاخشونه کشیدن های روحانی. این تحلیل نیست، این واقعیتی است که درست میگه آقای جهانگیری که همش 200 میلیون تومان، واقعا 200 میلیون تومان عددی نیست، رقمی نیست در قاچاق، در اقتصاد قاچاقی جمهوری اسلامی و در اداره قاچاقی اقتصاد جمهوری اسلامی. میرسیم و میبینه، یعنی وقتی که میان در یک اختلاف درونی هیئت حاکمه به سر و کول هم میزنن، بعد میاد آقای اژه‌اینو تابلو میکنه که مردم بفهمن، خیلی زایه مسئله. مردم میدونن که قاچاق در چه حدیه، در چه وضعیه. شما میخواین از همدیگه مثلا گاف بگیرین، میان یه واردات پوشاک قاچاق، پوشاک کالای 200 میلیون تومانی رو میگین. میرسیم که مردم هم هرچند میدونن ولی مستند، الان در یک برنامه لااقل در این فرصتی که داریم، مجموعه بلایی که سرشون اومده از دست شماها رو لااقل در این حوزه قاچاق بررسی بکنیم. ببینید جنس قاچاق، بذاریم برای مثال بگم براتون که آن یه نکته رو اژه‌ای تاکید میکنه در صحبت که کرد، اگه یادتون باشه گفتش که خیلی خوب به فرض که این قاچاق نبوده و فلان، ولی یک تخلفی که آقای وزیر آموزش پرورش میکنه این است که با توجه به اینکه وزیره، با وجود اینکه وزیره، ولی مدیریت یک شرکت خصوصی رو داره و این خلاف قانونه و براش هم پرونده تشکیل دادیم. آفرین. این پرونده ای که تشکیل دادین چرا برای نعمت زاده تشکیل ندادین که 4 سال وزیر بود، الانم 4 سال دیگه قرار وزیر باشه؟ نمیدونم، امیدوارم نباشه، نمیدونم. چقدر اسناد منتشر شده و در تمام رسانه ها و ما بارها منتشر کردیم که عضو هیئت مدیره دست کم 17 شرکت خصوصی مربوط به پتروشیمی آقای نعمت‌زاده خودش و بعد کلی بوده که بعضی هارم به اسم دخترش کرد و عرض کردم توی که برنامه که یکی دخترش هم دولت پلیس امارات دنبالش به دلیل همین ماجراهای قاچاق. چرا سراغ اون نمیرین؟ نرفتین؟ چون اینجا می‌خواستین همینجوری دعوایی بکنین. ببینین آی اژه‌ای جنس قاچاق می‌خوای معرفی بکنی، توش هم هیچ دستی نداری خودت. ببینین دیگه ماشینایی که چقدر وارد شده، اگه توش دستی ندارین و جرأتشو دارین این ماشین‌ها رو لطفاً توجه بفرمایین که فیلم اختصاصی که آمده از سایت نظامی پارچین. ببینین اینجا سایت نظامی پارچین همون که سر برنامه های هسته‌ای خیلی دعوا بود سر چگونگی بازدید و بررسی و بازرسی این سایت توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. باری تو این سایت پارچین در شرق تهران پشت پارک جنگلی تهران پارس هیچ جا این فیلم پخش نشده. 130 هزار دستگاه خودرو از کیا و هیوندای کره جنوبی بدون تعرفه و عوارض گمرکی وارد شده اومده اینجا. هنوز یه ما نمیشه این فیلم گرفته شده. کیا وارد کردن؟ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. قیمت هر ماشینی که اینجا میبینین بین 200 تا 236 میلیون تومنه بیاد بازار. 130 هزار دستگاه. همین الان باید اونجا باشه این همه خودرو. کی به سپاه اجازه داده اینا رو از مبادی رسمی کشور وارد کنه و هیچ گمرک و عوارض هم نده و بریزه تو بازار؟ و
وقتی رو بشه این قضایان برای هر کدومش توجیه دارن. مثلا این 130 هزار دستگاه رو میگن به جای بخشی از بدهی 14 میلیارد دلاری کره جنوبی از پول نفتی که دوره احمدی نژاد بهش داده شد. خب گیرم همین باشه، چرا وزارت نفت این تهاتر رو انجام نداده، این ماشینا رو وارد نکرده که بره تو حساب دولت؟ یعنی مثلا خزانه ملی، حالا بحث گمرک و عوارض قاچاق بودن جای خود، چرا سپاه این ماشینا رو وارد کرده؟ چون دولت روحانی اجازه داده به ستاد تدابیر ویژه که این کارو بکنه. این ستاد تدابیر ویژه هم که خودش داستانی داره، فقط اینو بگم که ستاد تدابیر ویژه که برای دور زدن تحریما به فرمان خامنه‌ای در زمان احمدی نژاد تشکیل شد و یه دورم گفتن سال 93 مثل این که دو گفتن منحل می شود و سال 93-94 گفتن منحل شد، بعد ولی معلوم شد که منحل نشده و گاه به گاه جلسه تشکیل میده. در همین جلسه ستاد تدابیر اقتصادی این ماجرا، این امتیاز وارد کردن، یعنی گرفتن این پول مثلا از کره جنوبی، واگذار می شود به سپاه و سپاه میره اینا رو بدون تعرفه، یعنی مفت در واقع وارد میکنه. ماشینی به طور متوسط 200 تا 236 میلیون تومان بریزه تو بازار بفروشه، این پول بره تو جیب سپاه. این پول مردمه دیگه، این پول نفتیه که فروش رفته، اگه خودتون دارین میگین تهاتر اونه. این یه قلم آقای اژه‌ای. ببینین هر جا رو نگاه میکنین، خود حکومت یه جاده وا کرده، یه راه فرعی زده واسه واردات بدون گمرک عوارض، یعنی واردات قاچاق. واردات 500 دستگاه پورشه. گفته شد دروازه ورود این خودروها ابو موساست، اما چرا از ابو موسا؟ ماجرا از این قراری که دولت در سال 87 برای کمک به معیشت خانوارهای ساکن در ابو موسا مصوبه ای داشت تا بر اساس اون هر خانواده با سابقه 4 سال اقامت در این جزیره بتونه یک دستگاه خودروی خارجی، اون هم بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کنه. دلال ها و فرصت طلب ها هم وقتی ماجرا رو شنیدن و فهمیدن که ساکنان ابو موسا پول اونچنانی ندارن تا خودروهای لوکس وارد کنن، دست به کار شدند و با 20 تا 30 میلیون تومان این امتیازها رو از ابو موسایی ها خریدند و خودروهای حدوداً 100 هزار دلاری وارد کردند تا بالای 700 میلیون تومان بفروشند. ببینین امتیازایی که باهاش این ماشینا خریده میشه مال ساکنان بدبخت و بیچاره ابو موساست، ولی ماشینا رو که این مردم بدبخت تحویل نمیگیرن که، درست؟ ماشینا که تحویل میگیری باید امضا بدی دیگه. چی جوری این عملی میشه؟ کیا رفتن تحویل گرفتن امضا دادن؟ ها؟ مثلا اون ماجرای 130 هزار دستگاه، کیا دست دارن تو این قضایا؟ عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه 99% کانتینرها بدون بررسی وارد کشور میشوند گفت وارد کنندگان کالای قاچاق معدود و مشخص هستند و متاسفانه برخی از آنها هم مورد اعتماد دستگاه ها هستند. این حرف یعنی چی؟ یعنی ما اینا رو میشناسیم، اینکه معدود و مشخص هستند یعنی میشناسیمشون. خب چرا برخورد نمی کنی؟ ورود 6 کانتینر پوشاک قاچاق به کشور در هر یک ساعت. رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک گفت در هر ساعت 6 کانتینر پوشاک قاچاق وارد کشور می شود که اختلاف فاحشی با واردات رسمی دارد. اختلاف فاحشش یعنی چی؟ یعنی چقدر؟ یعنی واردات رسمی پوشاک به کشور در 10 ماهه اول امسال 50 میلیون دلار بوده، اما رئیس اتحادیه صادرکنندگان پوشاک ترکیه میگه تو همین 10 ماه ترکیه 5 میلیارد دلار پوشاک به ایران صادر کرده. این یعنی چی؟ یعنی در برابر هر قلم پوشاک رسما و قانونا صادراتی 100 قلم پوشاک قاچاق وارد کشور شده فقط از ترکیه. این آماریه که آقای صدقامی رئیس مرکز پژوهش‌های اتحادیه پوشاک ایران میده. 100 برابر واردات قانونی قاچاق میشه فقط در یه حوزه پوشاک. حالا هیچ کس هم نمیگه آقا این چه وضعیه، این چه بساطیه، این چه بازاریه آخه که 100 برابر جنس رسمی و قانونی قاچاق، همون جنس قاچاق 100 برابر. این اقتصاد
اسلامی، باورتون میشه که ببینید فقط 1 میلیارد دلار یه قلم آدامس فاسد قاچاقی وارد کشور شده؟ آدامس های قاچاقی که ارزش آن به بیش از 1 میلیارد دلار میرسد، تاریخ مصرفشان گذشته و با جعل تاریخ در بازار فروخته میشوند. آقای مغازه‌ای گفت این موضوع را با ریاست جمهوری، وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق در میان گذاشتیم، اما نتیجه ای نگرفتیم. ببینین آقای مغازه‌ای، رئیس اتحادیه شکلات شیرینی کشور، 8 اسفند 94 میگه 1 میلیارد دلار قاچاق آدامس تاریخ گذشته. دولت هم میدونه نتایج قاچاق کالا روی مردم، نتایج قاچاق کالا روی زندگی مردم، روی مردم، روی ذهن مردم و روی سفره مردم چه تأثیری میذاره. کوتاه ببینیم، برگردیم. سالی 60,000 تا 70,000 تا شلوار میزد، 100,000 تا شلوار میزد، الان 10,000 تا میزنه. یعنی با 10%، 5%، 8% تولید داره کار میکنه. اگه قاچاق نبود که این همه زیاد نمیشد. در هفته 3,000 تا تولید میکردن، الان اون تبدیل شده به 500. این از چین چقدر میاد، از ترکیه چقدر میاد، اینا لطماتیه که به تولید میزنه. موانع قوانین قضایی داریم، ما هیچ حمایتی از طرف سازمان‌های زیرب نمیشیم، ما مشکلاتمون بسیار عدیده است. ما هرچی نامه زدیم، پیگیری کردیم، متاسفانه فقط قولای الکی شنیدیم. ببینین بعد سر صدای مردم انقدر در اومده که میان از این گزارشام تهیه میکنن، پخش میکنن که بگن بله صدای مردم، صدای مردم. وقتی اینجوری میرن لایحه تقدیم مجلس میکنن، مجلس میشینه روش بحث میکنه، قانون تصویب میکنه، بعد میدن به دولت که اجرا بکنه. دولت که میدونه این قاچاقا رو، بعد چه بلایی سرش میاد؟ آخرین اقدام برای حل این معضل بزرگ اقتصاد کشور برمیگردد به حدود 3 سال پیش که مجلس این قانون را به تصویب رساند. پس از 2 سال بررسی، رئیس جمهور هم بهمن 92 قانون را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد تا آیین‌نامه‌های اجرایی نوشته و کار آغاز شود. قانونی که می‌توانست معادلات قاچاقچیان را برهم بزند. 2 سال آیین‌نامه اجرایی این 37 ماده. یعنی اگر برای 4-5 همه مواد که آیین‌نامه اجرایی نمی‌خواد، ممکن 10 تا ماده داشته باشه آیین‌نامه، که هر کدوم 10 تا 2 خط، 20 خط، 10 تا 3 خط، 30 خط آیین‌نامه اجراییش بیشتر میشه. 2 سال آیین‌نامه اجراییشو ننوشتن. قطعاً از ننوشتن این آیین‌نامه اجرایی و عدم اجرایی یه دیزی نفعن. دیگه تردیدی در این نیست. ببینین حرفای رئیس تعزیرات کشور رو بشنوین تا کل ماجرا دستتون. قاچاق از منشأ رسمی داره وارد کشور ما میشه. ما حالا میخوایم بریم با بگیر و ببند و تعزیرات و گشت سیار بریزیم توی این واحدی که حالا 10 تا موبایل قاچاق داره، اینو بگیریم ببندیم، از هستی ساقطش کنیم که 10 تا موبایل داره، ما از منشأ چرا برخورد نمیکنیم؟ این رسیدگی ها واقعیت اینه که به طور جدی نیست. 97-98% اساسا کشف نمیشه قاچاق، ما نمیتونیم کشف کنیم. میده از این 97-98%ی که کشف نمیشه، 2-3% پرونده های بالای 100 میلیونه. از این 2-3% 1% جریمه ها داره وصول میشه. ببینین وقتی رئیس تعزیرات کشورهای جمشیدی اینو میگه، دیگه واقعا فقط باید گفت یا تو کشوری که همه چیز زیر نظر رهبر معظم داره انجام میشه و اوست که دستور میده و گزارش هم حتی اقل هفته 2 بار به گفته خود ایشون به دستش میرسه. خب باید بگیم پس همش کار خود خامنه ایه، کار خود رهبر معظمه، قاچاقچی بزرگ اوست. به همین دلیله که کسی نمیتونه دست، همه صداشون در اومده دیگه، همه وقتی میان صحبت دیگه. این رئیس تعزیرات حکومتی بود، میگه آقا 1-2% کشف میشه، بقیه‌اش اصلا که 98% کشف نمیشه. یا کار خود خامنه ای داره انجام میشه، باید اینجوری نتیجه گرفت دیگه. آخه چجوری باید نتیجه گرفت؟ یا اگر کار آقای خامنه ای نیست و الان بعد از 38 سال از عمر انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی میگذره و اینه بساط اقتصاد همش قاچاقه، خب آقای خامنه ای بره کنار، یکی دیگه بیاد وضع درست بکنه.
و بعد یکی باشه آخه این بس درست بشه. حرفای مردم هم شنیدین دیگه. آخه کجای مملکت، در کدام مملکته که خاک اون مملکت به توبره کشیده بشه، قاچاقی فروخته بشه به یک کشور دیگه ای؟ البته صادر میشه دیگه، گفتم این جزء صادرات. 50 تا تریلی هر کدام 30 تن بارگیری میشه. بارها رو به سمت کورهای آجرپزی میبرن. اینجا معدن چاسخ افسنجون است و این خاک برای استان بوشهر و توابع کنگان اونجا بارگیری میشه. ماهی دو شهر کنگون کوره آجرپزی نداریم الان. قبلا هم یکی دوتا بود برای پخت گچ و اینا، ولی اونا هم تعطیل شده. با این پاسخ مطمئن شدیم این حجم خاک مقصد دیگری دارد. یکی از تریلرهای حامل خاک را تعقیب کردیم. پس از حدود 5 ساعت وارد استان بوشهر شدیم. این تریلر در 10 کیلومتری شهر کنگان به طرف کارخانه سیمان این شهر تغییر مسیر داد. کامیون‌های زیادی در صف ورود به کارخانه بودند. در این کارخانه متوجه شدیم که خاک‌ها با یک تسمه نقاله به طرف اسکله‌ای کنار دریا هدایت می‌شوند. این کارخونه که باید سیمان تولید کنه فقط خاک رو تبدیل به کلینکر می‌کنه و اینجا روی این تسمه نقاله الان همونطور که مشاهده می‌کنید کشتی در حال بارگیری هست و وارد این کشتی میشه و به کشورهای عربی حاشیه حوزه خلیج فارس صادر میشه. Very good. It has been, کیفیت خاکش بسیار خوب و عالیه. خاک هیچ جا مثل این خاک نیست. کشتی بنگلادش هست و خاک را به کشور امارات میبریم. و دیدیم که چه ارزان سرمایه ملی من را به بیگانگان عرضه میدارند. اولوش تون 35 دلار و سیمان و 55 دلار تا 60 دلار فکر کنم میفروشیم. خاکی که به بهای ناچیز فروخته میشود آن طرف آبها علاوه بر استفاده در ساخت و ساز و کشاورزی تبدیل به سیمان و مانع صادرات این محصول از کشورمان شده. به عنوان بزرگترین صادرکننده سیمان دنیا شناخته شده هستیم. این وضعیت با خطرات زیادی مواجه شده. هیچ نوع صادراتی رو نداریم. این فیلم مال 25 آبان 95 بود. خب پیدا کردن این قاچاقچی‌های خاک سخته. این کارخونه سیمان کنگان مال کیه؟ کشتی بنگلادشی رو کی اجازه ورود به آبای ایران میده؟ به کی حق حساب میده این کشتی که بتونه جنس مثلا صادراتی حمل کنه؟ مرزبانان دریایی پر افتخار جنوب ایران کیان؟ نه نیرو انتظامی خبر داره، نه نیرو دریایی سپاه خبر داره، نه گمرک خبر داره، نه دولت حسن روحانی خبر داره. به محض اینم که لو میره زود تکذیب میکنن. همین رو یاد گرفتن. تا 15 اسفند 95 هوشنگ بالازاده مدیر عامل شرکت بین المللی ساروج کنگان بود. مدیر عامل سابق آقای بالازاده تکذیب کرده که از محل کارخونه بزرگ سیمان کنگان خاک صادر می شود. پس این گزارشی که دیدیم چی بود؟ این کامیونای پر از خاک و اون آدم ها و که صحبت می کردن و اون لنجا چی بود؟ روزی 1500 تن خاک مملکت فروخته می شه. روزی آقا تکذیب می فرمایند. خود حسن روحانی 22 آذر 95 درست یه ماه بعد از اینکه اون فیلم پخش اون فیلم رو دیدیم، درست یه ما بعدش همین گزارش رو که دیدین میاد تایید میکنه. خاک باید حفظ شه، این بزرگترین سرمایه است. سرمایه عظیم و بزرگی. شما برید تو این کشورهای جنوبی خلیج فارس و شما میبینید خاک چقدر ارزش داره و اونا چجور با لنج خاک ایران رو میبرن اونجا برای کشاورزی یا برای سایر مقاصدی که دارن. ماه این آقای رئیس جمهورمون کی باید جلوشو بگیره؟ این ژستای واقعا دیگه ملال‌آور حسن روحانی خیلی تابلو شده که بیاد گله کنه از فساد نظامی که خودش رئیس جمهورشه. انگار من و شما باید بریم جلو اون قاچاق خاک از کارخونه سیمان کنگان بگیریم. آقا جون دوز حاضر بز حاضر، چرا نمیگیریم؟ چون خودتونین کسایی که اقتصاد قاچاقی مملکت رو اداره میکنی.
چیزی که این وسط مطلقاً اهمیت نداره، ببینید از اول برنامه که صحبت کردیم چیزی که واقعاً به جزئیات که کوتاهی که مردم حرف زدن مطلقاً اهمیت داره مردمن و جیب هر روز خالی تر شده مردم، چون معلومه کیا از این اوضاع سود میبرن. یه طرف قاچاقچیای کلونن که به همه جان بسلن، آدم دارن بهشون خبر میدن وضعیت بازارو، همین امتیازهای موردی رو که گفتم و که خبر داشت مثلا که تو ابو موسی امتیاز میدن که هر کی میتونه یه ماشین خارجی وارد بکنه، بعد رفتن از اونا خریدن از اون بدبخت. کی خبر داشت؟ همینجوری این دست مافیای قاچاقی که همشونن تو بازار، چون امتیاز دولت هم انجام داده بود دیگه. یه طرف دولت که خودش راه و رسم قاچاق رو وا میکنه به اسم افزایش درآمد دولت، برای یه نمونه میخوام بگم، میاد تعرفه رو میبره بالا، اصلا کاری نداریم به تولید داخلی و اقتصاد مولد و این شعارهای هرگز عملی نشده و اصلا تحلیل وضع اقتصادی ایران. اجناس وارداتی رو فقط میگم و جنس فراوونی که تو بازار هست اما هر روز قیمتش بالاتر میره. فکر میکنین چرا میان روی واردات قانونی و رسمی تعرفه بالا میبندن؟ میدونین دیگه صدای همه این اتحادیه های کارفرمایی هم در اومده که دارن واردات میکنن. این کارو میکنن تا گرون در بیاد جنس. وقتی جنس گرون در بیاد تو بازار، جنس قاچاق مثل آب خوردن وارد میشه و میره تو بازار و فروش میره، جای جنس وارداتی رو میگیره. زمینه این کارو کی فراهم میکنه؟ یه نمونه ببینین درباره قاچاق موبایل. ببینید ما تا سال 1385 اصلا موبایلی به نام موبایل قاچاق نداشتیم. این با تعرفه 5% دوش میرفت و مرتبه جایگاه خودش، اصلا نیازی حتی به رجیستری هم نباشه، قاچاق صفر بشه، بهترین سرویس، بهترین خدمات و آسایش و آرامش تو جامعه ایجاد بشه. دارایی اومد یه دفعه اعلام کرد 9% ارزش افزوده برای وارد کنند از وارد کننده چیه؟ گرفته بشه. بلا فاصله کالا دو مرتبه چیه؟ رفت به سمت قاچاق. ببینید اولا لغت ارزش افزوده باید یه فراوری روی یه کالای انجام بشه که بگن دستگاهی که به صورت پک از کارخانه تولید کننده، حالا از هر کشوری از هر مبدعی، این صادر میشه میاد تا دست مشتری میرسه اصلا هیچ نوع کاری روی این انجام نمیشه، پک کاملا میرسه و در حضور مصرف کننده اون پک باز میشه. بنابراین این ارزش افزوده که اومدن متاسفانه ببینید چقدر روش ناهماهنگ و ناموزون. آقای وارد کننده تو 9% ارزش افزوده رو به ما بده دارایی گمرک، بعد برو از توزیع کنندت بگیر بذار جیبت. توزیع کننده شما 9% رو بده برو از مغازه‌دار بگیر، مغازه‌دار شما بده از مشتری. ببینید این خنده داره، یعنی در واقع اصل اون 9% از کی گرفته میشه؟ از مصرف کننده. درست، ولی این میدونین دیگه همه ماجرا نیست که، و همینطور که ایشون فرمودن قاچاق موبایل دوباره برمیگرده. دوباره برمیگرده چرا؟ چون به سال 73 مربوط میشه. سال 1376 یه دادگاهی برگزار شد که قاضیش همین آقای اژه‌ای بود. رسیدگی به پرونده برج سازان و اختلاس از بانک صادرات. متهم اصلیش برادران افراشته پور بودن، حسن و داوود، که حسن رو بهش میگن داریوش. بله. تو جلسات اون دادگاه صحبت از قاچاق موبایل هم شد که هم تو برج سازی هم قاچاق موبایل پای ایشون آقای اکبر خوشکوش که عضو تیم عملیات ویژه وزارت اطلاعات، یعنی قاتلای وزارت اطلاعات هم اومد وسط. تو جلسه پنجم دادگاه داوود افراشته از متهمای دو تا متهمای اصلی پرونده میگه که سال 73 اکبر خوشکوش به من گفت 300 تا موبایل دارم. دیگه اون اوائلی بود که موبایل داشت هستن دست مردم میرسید. گفت من 300 تا موبایل دارم که با قرارداد مخابرات و شرکت فران که شرکت پوششی وزارت اطلاعاته، شرکت فران دیگه همه میدونن، از طریق این دوتا از مخابرات و شرکت فران دستم رسیده. 300 تا موبایل، 100 تاشو میدم بهت دونه 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان سال 73. بعد این بابا میگه من بابت خرید
این موبایل ها 100 میلیون تومان چک به او دادم به خوشگوشک و قرار شد چند روز بعد هم موبایل ها را تحویل بگیرم، اما موبایل ها را به ما تحویل نداد و گفت موبایل ها رو خودتون برین از شرکت واسطه که تو دبیه بگیرین. یعنی 100 میلیون خورد. حالا اون هیچ. داوود افراشته تو دادگاه میگه ما موبایلایی رو که تو بازار میفروختیم بیشتر از آقای خجسته میگرفتیم. یعنی این دیگه کی آخه؟ ما میگه ازش شاکییم از این آدم، از خوشگوش. میگه ما موبایلایی رو که تو بازار میفروختیم بیشتر از آقای خجسته میگرفتیم. به اسم ایشون با هواپیما از دبی میآوردیم ایران. آقای خجسته کیه؟ آقای خجسته باقرزاده برادر زن رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، برادر خانم منصوره خجسته باقرزاده، زن خامنه‌ای. تو همون دادگاه اژه‌ای که قاضیه از افراشته وقتی این حرف رو میزنه میگه شما میدونستین که واردات تلفن همراه ممنوع است؟ افراشته میگه بله، ولی این کالا شاید تحت نام دیگری وارد میشد. یعنی چی؟ بله، اینم عکس یاسر هاشمی داروش افراشته پور که یاسر هاشمی انقدر رفت آمد میکرد توی این خونه مجلل آقای افراشته پور در شمال تهران که یه بار علیزاده طباطبایی وکیل خانواده رفسنجانی یقه یاسر رو میگیره. ببینین من این اسما رو میگم و اینا رو به این صورت میگم چون میدونم که آقای علیزاده طباطبایی میتونه بیاد به یکی من نگفتم ولی هست صحبتاش. یقه یاسر رو میگیره که آقا جون چرا داری میری تو خونه افراشته اینا، برای چی اونجا رفت آمد میکنی؟ یقه تو میگیرن و متهم میشه به یه چیزی ها. فقط اینو همین روی ویترین داشته باشین این صحبت رو. باری اونجا هم که عرض کردم آقای خجسته برادر زن رهبر، به هر حال میگه کالا شاید تحت نام دیگری بود. یعنی چی تحت نام دیگری؟ یعنی آقای خوشکوش که اطلاعاتی و آقای خجسته برادر زن رهبر به یه اسم دیگه، یعنی به اسم کالای امنیتی، موبایلای قاچاق رو وارد میکنن و میفروشن به عمده فروش ها که بریزن تو بازار. ها خوشکوش که من نمیگم من 300 تا موبایل دارم دونه 1 میلیون تومان میفروشم، اینا رو من از طریق مخابرات و از طریق شرکت فران آوردم، شرکت اطلاعاتی. خب از طریق همین به اسم این ابزار وارد میکنن دیگه قاچاقو. خب تا این صحبت میشه تو جلسه پنجم دادگاه افراشته در سال 1376 به ریاست اژه‌ای دادگاه زود جمع میشه. فقط برای برادرای افراشته 10 سال و 20 سال زندان میبرن که نمیرم. شنیدم یک سال انفرادی بودن، نمیدونم چقدرش تا چه حد درسته. و بعد به هر حال با هدیه های کلان اجباری به اژه‌ای آزاد میشن. یه بار هم سال 93 باز آقای حسن افراشته داریوش افراشته رو میگیرن و برای همین قاچاق و این داستانا که باری امروز همچنان دارن به کاراشون ادامه میدن و از طریق ارتباط با اژه‌ای. هیچ کس هم البته جرئت نکرد و نمیکنه سراغ برادر زن رهبر معظم انقلاب بره. بزنین یه نمونه دیگه بگم از دخالت رهبر و اطرافیاش در این بازار قاچاق و مشخصا در قاچاق مواد مخدر، تا بعد بریم سراغ سپاه. صمد قاسمپور شاعر عاشورایی، رئیس سابق زندان تبریز و نماینده مردم تبریز در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بود به اعدام محکوم شد، تازه با تخفیف. برخی از شنیده‌ها حاکی از تلاش برای عفو و تقلیل حکم به حبس ابد برای این نماینده اسبق مجلس است. خب چی میشه نتیجه؟ بهمن 92 رهبر معظم عفوش میکنه. به دنبال درخواست امت حزب الله از محضر امام خامنه‌ای در خصوص جانباز و شاعر جبهه و جنگ حاج صمد قاسمپور به لطف امام خامنه‌ای به آغوش خانواده بازگشت. سپاهی‌ها میرن پیش خامنه‌ای و میگن آقا این جبهه بود، جانباز، شاعر عاشورایی، شعر ترکی و از این حرفا، و رهبرم خوب شعر ترکی دوست داره و خیلی چیزای دیگه هم دوست داره، به هر حال آزادش میکنین و آزادش میکنه. مهم هم نیست که مواد مخدر قاچاق میکرده، مگه بقیه نمیکنن؟ یه قلم بگم من تمام این برنامه رو رفتم تا برسم به اینجا که این حدود 10 دقیقه رو در این باره از پرونده و نمونه وحشتناک بگم که برای اولین بار باز میشنویم و نمیدونم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با این موضوع، دادستان محترم کل کشور با این موضوع چجوری برخورد میکنه آقای منتظری.
اصلا کاری با لاریجان اینا نداریم. 185 کیلوگرم هروئین از یک سردار سپاه میگیرن و 375 کیلوگرم مورفین همزمان. 185 کیلو هروئین میگیرنش از یک سردار سپاه، آزادش میکنن، الان هم داره با ثروتی افسانه ای ایشون زندگی میکنه. سید حسن هاشمی نسب اناری، فرزند سید جلال، شماره شناسنامه 10، تاریخ تولد 1344، جانباز 55%، شهرستان انار، استان یزد. سردار هاشمی نسب 7 سال در لشکر 41 سارالله از آدمای نزدیک سردار قاسم سلیمانی بود در جبهه های جنگ حق علیه باطل. با پایان یافتن جنگ در 1367 لشکر 41 سارالله به فرماندهی قاسم سلیمانی به کرمان بازگشت و درگیر جنگ با اشرار و قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر شد که از مرزهای شرقی کشور هدایت می شدند. قاسم سلیمانی تا هنگام انتصاب به فرماندهی سپاه قدس این سمت را عهده‌دار بود، یعنی تا سال 76. در این مدت سید حسن هاشمی نسب می شود معاون مبارزه با مواد مخدر سیرجان و بعد بم زیر نظر کی؟ سردار قاسم سلیمانی. همونجا در بم با خانم ازدواج میکنه به عنوان زن دوم که اهل جیرفته. این چشم چپ سید حسن هاشمی نسب، یکی از دلایل جانبازیش همینه که این چشم چپش در جبهه آسیب میبینه. باری در بم با خانم ازدواج میکنه به عنوان زن دومش، چون زن اولش در همون انار بوده، زن دوم میگیره که اهل جیرفته و بیشتر اعضای خانواده‌شون اهل قاچاق مواد مخدر، اون زن دومی که میگیره. بعد چند سال که میگذره با زن دوم و 4 تا بچه زن دومش میره یزد. آقای هاشمی نسب، سید، به سید معروفه، میره یزد، محله چهارراه موزاییک‌سازی که محله پایین یزدی از یه خوب میدونن، یه خونه اجاره میکنه و کار قاچاق مواد مخدر رو به همراه خانواده معظمش شروع میکنه. مواد رو از دهبکری جیرفت میبرن ارومیه که از اونجا بره اروپا از راه جمهوری آذربایجان. همدستی داره به اسم این پسرشه، یکی از پسراشه و اون هم که خودش ایستاده با اینک دودی، همدستی داره سید هاشمی نسب به اسم حاجی عبدالله سالاری که باز تو اون منطقه همه میشناسنش، از سرمایه‌دارای بزرگ جیرفت و کهنوجه که قرار بود تو انتخابات دور هشتم مجلس هم از جیرفت شرکت کنه که نشد چون اینا دستگیر شدن. حالا جریانو میگم. همدستی هاشمی نسب با عبدالله سالاری اینجوریه که ماشین رونیز و ماشین شاسی بلند نیسان و اینا کرمان تحویل حاجی عبدالله سالاری میدن، یعنی مشخصا خود سید هاشمی نسب ماشینو خالی تحویل عبدالله سالاری میده. چند روز بعد میره از دهبکری تحویل میگیره و به اتفاق زنش و کارت پاسداری و جانبازی به شغل شریف قاچاق مواد مخدر سنگین ادامه میده. کلی زمین و خونه تو یزد میخره و همه رو به اسم زنش میزنه، همین زن دومش، تا زمانی که یه تصادفی پیش میاد در راه شیراز، ماشینشون کله معلق میشه، زن جیرفتی و دوتا از بچه هاش میمیرن. این ماجرا مال سال 75 تا 85 تو این 10 سال. بعد با کشته شدن زن و دوتا بچه ارتباط سید هاشمی نسب با خانواده همسر دومش، گفتم تقریبا همه خانواده قاچاقچیان، به هم میخوره. این ارتباط اونا دلخور میشن ازش، به هر حال ارتباط به هم میخوره. زن سومی میگیره در شهرستان انار باز که زن اولش هم عرض کردم همونجاست، ولی این عکس پسر هاشمی نسب با قاسم سلیمانی، روابطشون بسیار نزدیکه که میرسیم که کیا نجات میدن همین فردو.
زن سومی میگیره و زن سومش خانواده ظاهرا محترمی هن و دیگه نمیتونه علنی مواد مخدر جابجا بکنه، چون هم خانواده قاچاقچی همسرش رو از دست داده و خود همسرش رو. و بعد منو همچنان دوباره تمام عکسای ما گیر کرد، هرچی دنبال عکس و اینا میگردیم برین یک خورده بالاتر لطفا، نه از اون بری. بله، همسرش رو از دست داده بود، چون همیشه پاکار این قاچاق بود، مهمتر اینکه خانواده همسر سومش اصلا اهل این کارا نیستن. سعی میکنه هاشم نسب که شغل شریف با حاجی عبدالله سالاری ادامه بده که مدتی هم باز ادامه میدن، اما یکی از تو خودشون که قبلا باهاشون کار میکرد و اینا کنار گذاشته بودنش و ازشون حقوق میگرفت، ظاهرا فقط به دلیل کینه شخصی که به دل گرفته بود، چون قبلا کلی ازشون پول میگرفت و همراهشون بود، به هر حال اون میره اینا رو لو میده. هاشمی نسب رو تو پلیس راه اردکان با کلی مواد مخدر قاچاق که یه قلمش عرض کردم 185 کیلوگرم هروئین بود دستگیر میکنن، میندازنش زندان و اونم فوری، یعنی در کمتر از 24 ساعت یدالله سالاری رو لو میده که در مجموع حدود 6 ماهی زندان بودن. بعدش با کمک شهید الله دادی که فرمانده تیپ یزد بود و تو سوریه یا لبنان کشته شد، بعدن به واسطه او که از دوستان حاج قاسم سلیمانی و هم جبهه هاشمی نسب بودن، عرض کردم 7 سال معاون حاج قاسم بوده تو جنگ و تو لشکر سارالله، به واسطه او اینها آزاد میشن. 2 بار پروندهش رسیدگی شد، هر 2 بار دادسرای نظامی یزد حکم اعدام داد. سفارش ها و تلاش پیگیر چند نفر باعث شد که اینا آزاد بشن و همچنان در بهشت جمهوری اسلامی در حال عیش و نوشن، که این چند نفر عبارتند از، من فقط اصلی هاشون رو میگم، یکیشون حجت الاسلام محمد کاظم بهرامی، رئیس اسبق سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور که الان رئیس دیوان عدالت اداری است و به خاطر نقشش در سرکوب‌های خشن سال 88 مورد تحریم اتحادیه اروپا است، خود حاج قاسم سلیمانی و برادر حاج قاسم سلیمانی حاج سهراب سلیمانی که رئیس سازمان زندان‌های استان تهران بود اون موقع و الان معاون امنیتی و انتظامی سازمان زندان‌هاست کل کشور، اینا پرونده رو میارن تهران و با کمک یک فرد کلیدی به اسم حجت الاسلام رمضانی رئیس وقت حفاظت اطلاعات سپاه، این آقای رمضانی الان رئیس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع دولت تدبیر و امید، که وقتی پرونده میفته دست این دیگه اونا خیالشون یزدی راحت میشه، برمیگردن میرن پرونده رو میبندن. در واقع حکم دادگاه آخر رو ببینین که همینم البته اجرا نشد که دادگاه عمومی انقلاب یزد داد رسش امضا میکنه، ولی حکم دادگاه سربرگ دادگاه نظامی است. فرصت داریم من الان براتون این حکم و بخشهایش رو میخونم. دادگاه نظامی یک یزد تاریخ 18/6/86، پاسدار حالت اشتغال به خدمت سید حسن هاشمی نسب فرزند سید جلال متولد 1344 بدون سابقه کیفری متأهل ایرانی مسلمان، بازداشت موقت از تاریخ 19/9/85 مبنی بر حمل مواد مخدر هروئین به میزان 185 گرم حمل مواد مخدر 5 کیلوگرم ببخشید من درست بخونم، مبنی بر الف حمل مواد مخدر هروئین به میزان 185 کیلوگرم، ب حمل مواد مخدر مورفین 350 کیلوگرم، جیم نگهداری 150 گرم تریاک و 70 گرم سوخت تریاک، دال نگهداری آلات و ادوات مواد مخدر، نگهداری غیر مجاز مهمات جنگی و و و و. خب میرسیم به حکمش. ببینین در حکم میگوید با احراز ایشون که سابقه خدمت در جبهه دارن، جانبازی و موقعیت اجتماعیشون برامون مهم است، در مورد حمله 185
اینجا من رقمش هم عوض شد 185 کیلوگرم مورفین اینجا شد با احراز عدم قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با عنایت به این که مقصد تحویل مواد در ارومیه و نهایتاً خارج از کشور بوده است به 15 سال حبس مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم و ضبط خودروی رونیز محکوم می شود. دلیلی که آمد و متوجه شد این دیگه میگه چون اینا قاچاقچی هایی هستن که حالا 185 کیلوگرم مورفین 385 کیلوگرم مورفین هرچی اینها رو در این حد کلون ازشون گرفتیم به این دلیل که اینا میخوان بفرستن اینا رو اروپا و اروپایی ها رو بدبخت بکنن جوانای اروپایی رو بدبخت کنن و پولش هم حالا برمیگرده به مملکت اسلامی ایران بنابراین 15 سال حبس بهشون میدیم اونم به دلیل اینکه اولا به ما نگفتن ثانیا خب غیر از این ماجرا یه سری مهمات هم اینا داشتن و میگم حکمش این بزرگترین بالاترین حکمی است که دادن وگرنه توش مثلا 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از مجازات حبس در مورد نگهداری غیر مجاز مهمات مثلا اینا رو میدن باری الان آقای سردار سید حسن هاشمی نسب یه خونه تو مشهد داره دو تا ویلا در انزلی یا آپارتمان 150 متری تو خیابون دولت تهران سه تا خونه تو یزد داره که یکیش که توش زندگی میکنه تو بهترین محله یزد صفایه خیابون عدالت عدالت یک توی خونه 1000 متری زندگی میکنه و اون یکی هم آقای سالاری هم در دبی شهروند امارات شده اینجوری که بنده شنید پرده آخر بریم برو قسمی دیدن گفتن که خودشون با همون لحنه خودشون گفتن که طلبه ای گفتن آره من معمم نشده بودم گفتن که تو خوشگلی بیا من معممت کنم چی بوده فلسفه کنم ایشون معتقد بودن که بله که بالاخره اون چه تو رفتاره چه تو شکل و شمایل حتی تیپ و قیافش و این چیزا بالاخره باید این مراعات و لحاظ ها رو بکنن آیت الله بهجت دو سه سال پیش مشهد خدمتشون در گوششون گفتم که آقا یه مسئله میخوام بپرسم من بعضی بچه های مردم رو میدم ببینم به درد طلبگی میخورن یه پاشون میشینم گروهشون میزنم طلبشون میکنم پدرشون راضی نی این اشکال شرعی نداره من بچه ها مردم رو گول میزنم طلب میکنم لبخندی زدن فرمودن بعضی گول زدن ها واجب است